خب دوستان عزیز اگه موافق هستید قسمت دوم از مبحث نگاهی به مقوله اعتماد اجتماعی رو دنبال کنیم اگه خاطرتون باشه تو مبحث قبلی بعد از یک مقدمه کوتاه یک تعریفی از اعتماد رو خدمتتون ارائه دادم و قرار شد تو این جلسه صحبت کنیم که تقریبا توی نیم قرن اخیر که مطالعه علمی اعتماد فراگیر شده در واقع چه روش هایی به کار رفته و هر کدومشون در چه وضعیتی قرار دارند یعنی تقریبا اگه ما بخوایم بگیم تقریبا سالهای 1950 زمانی است که مطالعه اعتماد توسط روانشناسان و جامعه شناسان وارد یک فاز جدید میشه اتفاقا تو همون سالهاست 1953 54 هست که اریک اریکسون اون مقوله اعتماد در مقابل بیاعتمادی رو اولین قدم در رشد انسان میدونه و اون سالها ما شاهده این هستیم که جامعه شناسا روانشناسان اجتماعی که اونها هم خیلی هاشون متأثر از روانکاوی زمان بودن علاقمند میشن که یه جوری این مسئله اعتماد رو بررسی کنن پژوهش کنن و ببینن که چه یافته هایی رو میتونن پیدا بکنن و تعمیم بدن به بقیه در واقع جوامع و انسان ها الان اگر شما نگاه کنید تقریبا ما چهار الگو یا روش برای مطالعه اعتماد داریم یکیش پرسشنامه و سوال مستقیمه اینه که بریم از مردم بپرسیم چقدر به بقیه اعتماد دارن به کیا اعتماد دارن به کیا اعتماد ندارن کجاها اعتماد دارن یعنی بیایم سوال ازشون بپرسیم و در واقع باور و ایدهشون رو استخراج کنیم پس این یه روش است و این یه روش در واقع میشه گفت یکی از شایعترین و مهمترین روش های مطالعه اعتماد است روش دیگه اینه که رفتارشون رو مشاهده کنیم چقدر به دیگران در واقع اعتماد میکنن توی روابط بین فردشون چقدر حاضرن خودشون رو در یه موضع قرار بدن این یه مقدار دشوارتره چون که شما خیلی از انسانها رو به راحتی نمیتونی وارد حوزه رفتاریشون بشی و در این حال اصلا رفتار قضیه به اعتماد و بیاعتمادیه یعنی همینی که به اجازه بده شما اینقدر بهش نزدیک بشی و رفتارش رو مشاهده کنی ضبط کنی فیلم بگیری خودش نشون دهنده یک سوگیری اولیه است که یعنی نشون میده به شما اعتماد داره حالا مثال های از مشاهده رفتار رو هم خدمتتون خواهم گفت ولی حجم عمده از مطالعات علمی بیشتر روی پرسشنامه است و میشه گفت سوبجکتیو یعنی درونی اون چیزی که افراد خودشون اظهار میکنند یک بخش دیگه ای که سالهای اخیر خیلی رشد کرده تو دو دهه اخیر از سال 2000 به این ور یا دقیق بخوایم بگیم 1995 25 ساله که خیلی ازش مقاله میاد و شما آزمون های متعددی میبینی بازی های اعتمادی است و در واقع بازی های اعتمادی حتی تعداد مقالاتی که ازش تو مجله ها و ژورنال های روانپزشکی روانشناسی هست از سوال مستقیم بیشتر شده یه جوری لوکستر به نظر میاد و خیلی ها علاقه دارن که از طریق این بازی ها این تراست گیمز در واقع اعتماد رو بررسی کنن من به اینها اشاره خواهم کرد و به مقالاتی که کلیدی هستند و نکات جالبی از اینها استخراج کردن هم سعی میکنم یک مرور اجمالی داشته باشم بازی های اعتمادی خیلی توی حتی روانپزشکی مدرن هم مورد استفاده قرار گرفته مثلا اکسیتوسین به فرد میدن آمفتامین به فرد میدن داروهای مختلف میدن و بعد ببینن توی اون بازی های اعتمادی بازیش چجوری عوض میشه یا روانشناسان اجتماعی میان فرد رو در شرایط مختلف قرار میدن با افراد مختلف مواجه میکنن یا قبلش اصطلاحا او رو پرایم میکنند یعنی مقدمتا او رو مواجه میکنند با یه سری افکار ایده ها مکان ها که بعد ببینن الگوی بازی کردنش چجوری عوض میشه و بالاخره در انتها آزمون های ناخداگاه و نهان رو داریم اون چیزهایی که اصطلاحا ایمپلیسیت بهش میگن ما آزمون های ایمپلیسیت هم طی یکی دو دهه اخیر در واقع رشد کرده ولی هنوز جایگاه خیلی مهمی ندارند. اگه الان بپرسیم بیشترین جایگاه رو کجا دارن بازی های اعتمادی و پرسشنامه و سوال مستقیم هست این دو تا فلش نسبتا بزرگی که من اینجا خدمتون نشون دادم خب سوالا چیا هست؟ یعنی پرسشنامه ها چیا هستند؟ شاید باورتون نشه یه مقداری من اینجا ممکنه سرزنش کننده باشم یا تمسخر کننده باشم ولی حجم زیادی از پژوهش ها متکی بر یک سواله یه ذره ممکنه شما شکه بشید مثلا این همه شما میشنوید که مثلا اعتماد عمومی در حال کاهش است اعتماد عمومی در حال افزایش است نمیدونم اعتماد عمومی در این اقلیت نژادی اقلیت مذهبی کمه توی دانشجوها کم میشه زیاد میشه با تحصیلات ارتباط داره با درآمد ارتباط داره تو مشاغل مختلف ارتباط داره متکی بر پرسش نامه است و پرسش نامه هم به طرز شاید بگم ناراحت کننده یه سواله و اون سوالم اینه من اصل سوال رو براتون گذاشتم uh, Some people say that most people can be trusted. Others say you can't be too careful in your dealings with people. How do you feel about it? این سوال رو اول بار موریس روزنبرگ 1956 به صورت ساختاری شروع کرد از مردم پرسیدن البته یه عده اومدن استناد کردن که این سوال رو خودش ابدا نکرده این ترجمه از یک پرسشنامه نظرسنجی آلمانی بوده که 1948 یعنی 8 سال قبل از موریس روزنبرگ در واقع چاپ شده بوده موریس روزنبرگ به نظرش اومده این سوال خوبیه موریس روزنبرگ یک روانشناس اجتماعیست سوشال آمریکایی تبارش یهودیه جز مهاجرا هست و توی آمریکا این سوال رو شروع کرد از مردم پرسیدن و در واقع سوال رو یه جوری گذاشته که جوابش یا این یا اون باشه یعنی حتی تیف لیکرت یا درصدی هم نباشه من سعی کردم این رو اینجوری ترجمه کنم بعضی مردم میگویند که میشود به اکثر مردم اعتماد کرد ادهی دیگر میگویند که هنگام برخورد با دیگران هر قدر هم احتیاط کنی زیاد نیست شما در این مورد چه حسی داری؟ یعنی فکر میکنی هر چه قدم بیای احتیاط کنی محافظ کاری کنی بازم جا داره و جای دوری نمیره یعنی ضرر نمیکنی یا یعنی که نه به اکثریت مردم اعتماد کن سوال دوگانه است باینری اصطلاحا و شما باید یا این انتخاب کنی یا اون انتخاب کنی از 1956 موریس روزنبرگ شروع کرد این رو از مردم پرسیدن از دانشجو بپرسم از کشیش بپرسم از مذهبی بپرسم از سکولار بپرسم از سیاپوس بپرسم از سفیدپوس بپرسم ببینم چی میگه و جالبه که بدونید این سوال الان تقریبا 60 ساله که الگوش عوض نشده یعنی عین همین سوال رو هنوز که هنوزه مؤسسات نظرسنجی و مطالعاتی و پژوهشی جامعه شناسی از مردم میپرسن یه دلیلی که سوال رو عوض نکردند اینه که قابل مقایسه بین سالهای مختلف باشه یعنی ببینن سال 2000 دانش آموزها به این سوال چی جواب میدن سال 2015 پزشکا به این سوال چی جواب میدن و به طرز میگم ناراحت کننده همه میگه یعنی کل این داستان یه سواله میگن آره یه سواله که اونم موریس روزنبرگ در واقع ابدا کرد برای اینکه بدونید موریس روزنبرگ کی بود تقریبا 8 سال ده سال بعد او پرسشنامه معروف سلف استیم رو اعتماد به نفس رو یا عزت نفس رو در واقع طراحی میکنه که این پرسشنامه بعدا تو مطالعات روانشناسی خیلی کاربرد داره فرد مشهور و برجسته هست خب یه ده اومدن گفتن که ببین یه سوال کمه و ما بهتر یک مجموعه سوال پرسش نامه داشته باشیم از همون سالها دو تا پرسش نامه مشهور شکل گرفت باز تاکید میکنم چرا از این پرسش نامه ها انبوه تولید نشده یه دلیلش اینه که گفتم اینا میخوان سال به سال اینا رو مقایسه کنند چون ببین همین رو شما الان بری از مردم بپرسی مثلا بگی من همین پرسنامه رو بردارم همین الان را بیفتم تو تهران از مردم اینا رو بپرسم جوابی که به شما میده خیلی ارزش عرضش نداره ارزشش زمانیه که مقایسه بکنی تو سالهای مختلف و گروه های مختلف حتی یک ایرادی که شما همین الان میتونی بگیری اینه که بین کشورهای مختلف هم به راحتی نمیشه این رو در واقع مقایسه کرد حتی ترجمه رو شما ببین ترجمه که هست ما نمیتونیم ترجمه لفظی ترجمهش کنیم تو خود جمله انگلیسیش هست میگه که can't be too careful can't be too careful یه چیزیه که شاید تو فارسی ما دقیقا معادلش رو نداشته باشیم و حتی اینی که پرسشنامه شما مثبت باشه منفی باشه مثلا you can't be too careful یه دو جا اینجا منفیش کرده برای همین منم هم سعی کردم که یه نیست بذارم زیاد نیست که یه منفی داشته باشیم یه مثبت این روی میزان پاسخدهی اثر میذاره ولی امیدی که این افراد دارن اینه میگن وقتی تو سالهای مختلف تو انبوهی از انسانها ما این سوال رو بپرسیم اون نتایجش ارزش داره و در واقع این سوال رو گاهی اوقات مثلا از یه میلیون دو میلیون نفر میپرسند جزء این میشه گفت آمارگیری های فراگیر ملی هست به همین دلیل پرسشنامه هاش هم میگم خیلی مثل بقیه چیزها مثلا راجع به افسردگی راجع به اختلال شخصیت چون این انواع پرسشنامه درست شده ولی اینا زیاد نیستن چون میخوان که یک الگوی ثابتی بمونه و سال به سال ذخیره پاسخ‌هاشون اضافه بشه روزنبرگ همون زمانی که این پرسشنامه رو ابداع کرد این سوال رو پرسید پرسشنامه هم داشت به نام Faith in پیپل Scale در واقع مقیاس ایمان به مردم اعتماد به مردم من I have faith in you من بهت اعتماد دارم بهت ایمان دارم بهت اعتقاد دارم و در واقع اون یکی از پرسشنامه هایی بود یکی دیگه هم تقریبا ده یازده سال بعد توسط راتر جولین راتر جولین راتر اگر دوستانی خاطرشون باشه همون کسی هست که مقوله لوکس آف کنترول در واقع مرکز کنترل رو در انسان ها بحث میکنه و اشاره کرده بود که بعضی انسان ها معتقدند که در امور و وقایعی که اتفاق میافته مرکز تصمیم گیری و مقدرات ما درون ماست و یه عده دیگه معتقدن نخیر از مقدراتی که اتفاق میافته در درون ما نیست از کنترل ما خارجه اصطلاحا میگفتند لوکس اف کنترل بیرونی دارن مرکز کنترل بیرونی دارن و راتر جولیان راتر اون زمان نشون داده بود اونایی که مرکز کنترل درونی دارند آدمای بالغتری موفق و کمتر دچار افسردگی میشن و اونهایی که بیرونی هستند یه حس درماندگی ناتوانی و ناامیدی دارن پس او هم فرد بسیار برجسته است اون هم پرسش نامه دیگه ای داره به نام Interpersonal Trust Scale در واقع مقیاس اعتماد بین فردی ولی جالبه بدونید با وجودی که این پرسش نامه ها هر کدومشون چندین قلم دارن چندین سوال توشون هست باز اون تک سوال موریس روزنبرگ حرف آخر رو میزنه و خیلی از پژوهشها که میخوان تو اجتماع بررسی کنن همون تک سوال رو میپرسن و این میشه گفت الگویی است از پرسشنامه ها و سوالات مستقیم البته سوالات پرسشنامه های دیگری هم درست شده اینقدرم که من میگم شما شور نبینیدش ولی اونجوری فراگیر نشد به صورت موضعی موقت تو بین دانشجوها کارمندا پزشکا همه اینا هست ولی اون جریان اصلی متمرکز به یک سری پرسشنامه های واحد است اما خب شما متوجه میشه که ایرادای جدی به این مقوله وارده مثلا گفتن که ببین شما مثلا میری پرسشنامه میپرسی از مردم و خب اینا رو حتی میگه از یه میلیون نفر حجم نمونه گاهی اوقات ده میلیون نفره الان که سیستم های اینترنتی هست آنلاین هست گاهی اوقات میبینی همینجور فراگیر شلیک میکنن و از همه میپرسند و لحظه به لحظه این رو مثل یک بارومتر فشارسنج در واقع نوساناتش رو نشون میدن با وقایع مختلف که اتفاق میفته ولی چند تا ایراد جدی به این نگرش تو مطالعه اعتیاد هست اولش اینه میگه ببین اون چیزی که مردم میگن با اون کاری که رفتار میکنن لزوما نمیخونه این یکی از کشفای مهم تئوری اعتماد است ممکنه شما بگید من به خیلی ها اعتماد دارم ولی در عمل پول تو دست کسی نمیدی این اقتصاددانا اینو خیلی مهم میدونستند چون معتقد بودن که باید زمانی مهمه که وارد اقتصاد بشه وارد رفتار بشه یا شما ممکنه بگی که من به هیچ اعتماد ندارم ولی همینجور که میری دکتر به راحتی نسخش رو قبول میکنی میگه برو این آزمایش رو انجام بده از انجام میدی هر چقدر هم لازم باشه هزینش باشه میپردازی و اصلا اما اگرم نمیاری و حالا خواهیم دید که لزوما باور ما و اون اعتقادات درونی ما اینکه مردم چقدر قابل اعتمادن تو رفتار ما منعکس نمیشه خیلی ها معتقدن که همه دارن سرشون کلاه میذارن ولی میبینی صبح تا شدم در حال معامله است معتقده که مثلا فلان مؤسسه ارگان به حرفش اعتماد نیست ولی باز داره اون کار رو میکنه شما من فکر کنم این قضیه داستان قیمت کالاها و پیش فروش و پیش قرید و اینا رو دیدید همه میگن نق میزنن غور میزنن که اصلا اینا همش کارشون کلاوبرداریه ولی اولین کسی که میره پولشو میخوابونه که مثلا فلان کالا رو بخره فلان چیز رو پیش خرید کنه یا مثلا ارز بخره دلار بخره چی بخره همش هست پس یه چیزی که متوجه شدن اینه که باور از رفتار جداست و این سوال کردن که چرا این نیست و خیلی ها این بند دوم رو مطرح کردند حرفای بی ارزش چیپ تاک این رو من ترجمه چیپ تاک کردم خیلی از اقتصاددانان گفتن که این جوابایی که مردم میدن چیپ تاکه خیلی عوض میخوام یه حرف مفته مثلا آره من به همه اعتماد دارم یا من به مردم بی دارم. اینجا دیمی یه رقمی میگن و حتی اگر یه میلیون رقم دیمی باشه بازم نتیجهش بهتر نمیشه همچنین به چیزی نزدیک نمیشی و این روش پرسشنامه اونجوری که فکر میکنید معتبر نیست ولی چون اینا مثلا مؤسسات نظرسنجی خیلی بزرگ موسساتی مثل گالوب این اینترنت دسترسی دارند و از میلیون ها نفر میپرسن یه جوری حرفشون خریدار پیدا کرده ولی شما اینا رو بیشترش رو چیپ تاک تلقی کن و در عمل نمیتونی بهشون اتکا کنی و با سوال دیگه یا ایراد دیگه ای که مطرح کردن اینه منظور از اکثریت چیه ببین اینجا شما میگی سام پیپل سی دت موست پیپل کن بی تراستد اکثر مردم قابل اعتمادند خب اینه که اون اکثر رو چی در نظر بگیره جوابش خیلی متفاوت خواهد بود و شما نمیتونی به صورت کلی جهان شمول و فراگیر مقوله اعتماد رو بسنجی باید خیلی دقیق بگی بگی در شرایط فلان فرد فلان اگر فلان فعل رو بخوایم انجام بدیم من بهش اعتماد دارم یا ندارم XYZ یعنی مثلا آیا در خرید کالا در فلان شهر در فلان تاریخ من اینقدر پول دارم و میخوام این کالا رو در ازای این بخرم آیا من پول رو بهش میدم که بعد اون بره برام تهیه کنه یا نه اینجوری باید سوال کنی نه سوال فراگیر و سوال فراگیر همبستگی بالایی با بقیه شاید نداشته باشه خب این چیه چون از اون طرفم شما ممکنه دیدگاه منتقدین رو اونایی که پاسخ میدن به این انتقاد رو ببینی اونا دفاعی که میکنن میگن نه بعضی مردم واقعا یه جوری به نظر میاد به بیشتر مردم اعتماد دارن و بعضی ها ندارن به عنوان مثال اومدن همین پژوهش های پرسشنامه ای رو یه ذره بازش کردن با جزئیات بیشتر اصطلاحا با دیتیل بیشتر بررسی کردن یکی از پژوهش های قشنگیه که سوئیسی ها انجام دادن و اینا اومدن به جای سوال سوال کلی که من به اکثر مردم اعتماد دارم شرایط فرضی رو مطرح کردن گفتن تو اون شرایط فرضی شما حس چیه گفتن کیف پولی داری در این کیف پول 200 فرانک سوئیس هست الان هر فرانک سوئیس تقریبا یه دلار آمریکا است پس میشه تقریبا 200 دلار آمریکا توی کیف پول 200 فرانک سوئیس داری و کارت شناسایی که روش تلفن و آدرس و اینات هم هست توی کیفت هست کیفت افتاده زمین چقدر فکر میکنی کیفت بهت بر میگرده سوال دقیق تر یه دیگه یعنی یه جوری اعتماد بین فردی و اجتماعی رو میسنجه خب پس این سوال میتونه دقیق تر بشه ریزتر بشه و بیایم اینجوری بسنجیم منتها چون این سوال در همه دنیا یک صورت انجام نشده مقایسهش یه مقدار با کشورهای دیگه زمانهای مختلف دشوار میشه و بعد تازه این محققین اومدن کار جالبتری کردن گفتن که کیفت رو کجا گم بکنی یعنی اینی که کی کیفت رو پیدا بکنه فکر میکنی بهت برمیگردونه جوابش رو شما در اینجا میبینید مثلا توی سناریوی اول که یه آدمی که مثلا هیچ از شناختی نداره یه آدم قریبه most people همون سوالی که به سوال موریس روزنبرگ برمیگرده اگه اکثر مردم کیفتو پیدا کنن چند درصد احتمال میدی که کیفتو برگردونن مثلا شما بیا اگه اینجا صد درصد باشه اینجا 0 درصد باشه و شما می بینید که یک منحنی زنگوله ای داره که آره تقریبا نصف پنجاه پنجا تقریبا امکان پیدا کردن کیف اینجا میبینی بعضی موقع شاخص های یکی نیست بلکه یک از ده پرسیدن یا یک از صد پرسیدن ولی اینجا نگاه میکنید تقریبا میگن که پنجاه پنجاه به این برمیگردونند یعنی خیلی چیزی نیست این شما درصد 40 درصد فرض کن 4 دیگه 40 درصد مثلا گفتن که باز میخوام این ارتفاع ستون ها در واقع مقدار افراد هست که یه عده گفتن 40 درصد برمیگردونه یه عده گفتن 50 درصد برمیگردونه یه عده گفتن 100 درصد برمیگردونه و شما توضیحش رو میبینید اینجا سوال اینه که یکی از بستگانتون رو پیدا کنه ببینید اکثریت گفتن که 100 درصد برش میگردونه خب اینم منطقیه دیگه شما بستگان خود تو خیلی بیشتر اعتماد داری بهش یکی از دوستات اون رو پیدا کنه باز ببین شبیه بستگانه یعنی فرضش بر اینه که اکثریت همسایت پیداش کنه یه ذره ببین اعتماد به همسایه کمتره بیشترین اعتماد به بستگانه بعد به دوستانه بعد شما میبینی به همسایه است یه درصدی شک کردن گفتن 60 مثلا 60 درصد امکانش هست برگردونه ولی کماکان یه عده گفتن 100 درصد امکانش هست برگردونه یه غریبه اون رو ببینه ببین غریبه که شد یه دفعه ریزش کرد یعنی در منحنی شما ببینید اکثریت مثلا گفتن 40-50 درصد امکانش هست کیف منو برگردونه حالا براتون خواهم گفت که اتفاقا این کار رو عملا هم کردن یکی از روش ها گفتم که بررسی دقیق رفتاره حالا اشاره خواهم کرد توی یه تعدادی از شهرها کیف پول میذارن توش 50 دلار میندازن کیفو میندازن وسط ببینن که اون کیف به صاحبش برمیگرده یا نه پولت میره ولی خب در عوض نتیجه پژوهش چیز جالبیه یه آدمی که همزبانته برش گردونه این توی سوئیس بوده دیگه پس ببینید که باز الگوش رو نگاه کنید یا آدمی که هموطنت برگردونه همکارت ببین همکار از دوست کمتره و تقریبا تو مایه های همسایه است و یک در واقع موارد دیگه که یک فردی مثلا از مؤسست باشه از همون جایی که کار میکنی و شما نگاه کنید میبینید پس این نوع پرسش کردن شاید روش بهتری باشه و شما الگوهای متفاوتی میبینید حالا اینجا یه نکته داره کم کم دستگیرتون میشه دوستان عزیز ما یک اعتماد خیلی فشرده به نزدیکان داریم و یه اعتماد به افرادی که قریبه هستند این trust in strangers یا most people اکثریت افراد یا قریبه ها خیلی ها معتقدن این دو گونه اعتماده حالا به این اشاره خواهیم کرد اعتماد به آدمایی که میشناسیشون و خودت قبلا باشون تماس داشتی و یکی اعتماد به آدمایی که نمیشناسیشون هیچ وقت نخواهی دیگه دیدشون و کاملا غریبه هستند خیلی از روانشناسا معتقدند اون اعتمادی که ما میخوایم بررسی کنیم نوع دومه اعتماد به غریبه ها چون اینی که به داداشت اعتماد داری این خیلی گویای اون مفهوم اریکسونی اعتماد پایه نیست حتی بعضی این ادعا رو کردن که اونایی که به دوستاشون به فامیلشون به همکارشون به همسایهشون خیلی اعتماد دارن اتفاقا آدم های بی هن و به آدمای غریبه و میانگین جمعیت هموطن همزبان یا افرادی که تو مؤسستون کار میکنند ولی باشون نزدیک نیستی اعتماد ندارند پس همینجا اولین انشقاق های تئوری اعتیاد شکل گرفت اعتیاد به قریبه از جنس و قماش اعتیاد به آشنا نیست و مکانیزم های روانیش متفاوته و جالبه بدونید مقوله اعتماد به غریبه ها یعنی شما ببینید این سناریوی شماره پنج این بیش از همه مورد بررسی و علاقه جامعه شناسا و روانشناسای اجتماعی بوده چون که اینا معتقدن که اینه که ما ذات روانی ما رو نشون میده و الا به داداشت به برادرت به پدرت اعتماد داشته باشی خیلی شاید مقوله همچین استراتژیکی نیست مهم اینه یه آدمی که اصلا نمیشناسیش میاد از کنار زد میشه چقدر او رو تهدید میبینی و چقدر حاضری با او همکاری کنی حالا باز به این تمایز بیشتر خواهیم رسید خب اینم یه جدول هست برای اونایی که علاقمند به آمار و همبستگی ها هستند که اعتماد به هر یک از این گروه ها چه همبستگی با گروه های دیگه داره مثلا شما ببینید relative آشنا خیلی همبستگی با همزبان نداره یا اصلا هموطن نداره یا با غریبه نداره ولی خب همبستگی نسبتا قوی با دوست و همکار و همسایه داره یعنی شما نگاه کنید کسایی که تو مؤسسه شما هستن توی سازمان شما هستن هشت صدم همسایت پنجاه صدم میشه همکارت 57 صدم و دوستت 59 صدم یعنی آشناها با هم همبستگی دارن و غریبه ها با هم همبستگی دارن یعنی اگر شما به غریبه اعتماد داری به هموطنت و همزبانت هم اعتماد داری ببین دو رنگ اینجا توی این عکس توی این عکس دیده شده اونایی که دارن فایل صوتی رو گوش میدن من اسلاید رو جدا میذارم خدمتشون اسلاید شماره 14 رو دارم عرض می میکنم شما ببین دو کانون پر رنگ داری یعنی همبستگی بالا یه جایی هست آدمایی که به آشناها فامیل و دوستان به شدت وابستن یعنی اعتماد دارن یه جا یه قانون دیگه ای از اعتماد هست که کانون اعتماد بین قریبه ها و هموطن و ایناست اون یکی در واقع میشه گفت اعتماد خرده این یکی اعتماد کلانه و محققین بیولوژی روانشناسی معتقدن مکانیزم این دوتا یکی نیست نه تنها یکی نیست بلکه گاهی ضد همه یعنی اونایی که میان تو پژوهش ها مثلا میان این کارو میکنن اکسیتوسین به فرد میدن ببینن اعتماد به همسرتو میبره بالا یا اعتماد به مثلا یک کسی که اصلا نمیشناسی اعتماد به دوست جونجونی صمیمی تو میبره بالا یا برعکس آمفتامین که میزنی بدبینی به غریبه ها رو میبره بالا بی اعتمادی به غریبه ها رو میبره بالا یا بی اعتمادی به دوستان هر دو یا هیچ کدام پس ببینید کم کم ما شاهد یک تمایزهایی هستیم خب پس این یک مقوله ای بود که میخوایم حالا به انتها ببریم راجع به پرسشنامه ها بیشتر صحبت نمی کنم. گفتم مشاهده رفتار هم هست آره دوستان این هم یک مبحث کوچکیه که من الان خیلی مختصر خدمتتون عرض میکنم این خیلی توی جریان اصلی روانشناسی و روانپزشکی وارد نشده رفتار آزمایشگاهی برای اینکه یه ذره گیرهای اخلاقی داره شما به این راحتی نمیتونی به تایید مجامع دانشگاهی برسونی چون مثلا مثل اینی که کیف پول بندازی پایین و ببینی کیا اینو ور میذارن می جیبشون کیا به صاحبش برمیگردونن خب میدونید شما رضایت از طرف نگرفتی اون طرف ممکنه بگه من یه نیت دیگه داشتم مثلا اون اصل محرمانه بودن قضیه رو چجور میخوای حل کنی برای همین پژوهش های رفتار اعتماد بی اعتمادی تقریبا تو رده های چهارم پنجم هستند بعد از پرسش به اندازه پرسشنامه اهمیت ندارن ولی یه نمونه جالبش اینه که مثلا مؤسسه ریدرز دایجست میدونید ریدرز دایجست مثلا مؤسسه روانپزشکی روانشناسی رفتارشناسی نیست یک عام ادبیات و روشنفکری و فرهنگی است هر سال میاد این کارو میکنه تو شهرهای بزرگ دنیا یه تعدادی کیف پول حالا احتمالا بسته به بودجهشه مثلا 10 تا 20 تا 50 تا تو هر کدومش 50 دلار آمریکا میذاره یه کارت شناسایی و شماره تلفن میذاره کیف جاهای مختلف شهر پرت میکنه ببینه چند تا از اون کیف ها برمیگردن و در واقع میخواد ببینه مردم اون شهر چقدر قابل اعتمادن من میگم خب مجامع علمی بر این سهه نمیگذارند. شما مثلا توی یه شهری آماری گرفتی باید ذریب نمونه گیریت اینکه کجا انداختی شرایط چی بوده بحران اقتصادی چی بوده برای همین بیشتر با باعث انگ به یه شهر میشی خیلی دانشمندان اون رو معتبر نمیدونن ولی چیزای جالبیه بخواین بخونید مثلا آخرین پژوهشاش جالبه با از مثلا رقم دوازده هم فکس در نظر میگیرم. از دوازده تا یازده تا از کیفا تو فنلاند برمیگرده یعنی تو فنلاند شما کیفتو با 50 دلار بندازید زمین 11 از 12 تقریبا 90 و خورده ای درصد کیفت برمیگرده چند تا چیزا بوده که خیلی شوکه کننده بوده مثلا مقام دوم و سوم تو بعضی از پژوهش‌ها جالبه شاید باورتون نشه خود منم شوکه شدم این نشون میده منم یه طرفاره منفی به کشورهایی در حال توسعه دارم و فکر میکنیم فهمیشه میشه اروپایی‌ها درست کنم و اونم شهر بمبایی بوده تو بمبایی ده از دوازده برگشته حالا آیا ملت خونگرمیان، میان ملت درستکاری ملت اخلاقی هن ملتی هن که باورشون بر اینه که خب کیف شاید مالی توریست بوده باید بهش برگردونیم و یه چیز دیگه ای که باز خیلی عجیب بود میگم به اینا نمیتونیم استناد کنیم ولی لیستاش هست شما بزنید ریدرز دایجست والت تست تست کیف پول مؤسسه ریدرز دایجست یا مؤسسه دیگه هم این کار میکنن اون شهرداری هم میکنن بعضیشون هم ممکنه فریب توش باشه حتی با این نتایج هم نمیشه اعتماد کرد یه شهرداری میخواد شهرش رو بده که ببین شهر ما چقدر امنه ولی که که مستقل هستن شاید بیشتر بتونیم بهش اعتماد کنیم یکی از جالباش این بود که زوریخ هست که زوریخ اون پایین جدول بود چهار از دوازده یعنی تو زوریخ کیف تو انداخته باشی از هر دوازده مورد چهار موردش برمیگرده به صاحبش یعنی زوریخی که در سوئیس هست اون قدری هم که ما فکر میکنیم سوئیس نیست یعنی بعضی شهرهای سوئیس اون هم که ما فکر میکنیم سوئیس نیست خب پس این مبحث رفتار عملی و پرسشنامه رو هم اینجا تموم کنیم جلسه بعد میخوایم راجع به انواع بازی های اعتماد اینا خیلی روش مقاله چاپ شده و اونایی هم که میرن پایان نامه میگیرن و اینا ما حتی تو ایران سوال میکنن مثلا ما میخوایم کار پژوهشی بکنیم ما از اینا انجام بدیم خیلی راحت خیلی هم نتایجش جذابه یه سری بازی های فرضی هست افراد انجام میدن و در واقع نتایج اون میزان اعتمادشون رو تو شرایط مختلف میسنجه جلسه بعد میخوام راجع به انواع بازی های اعتماد صحبت کنم